در حالی که جزئیات برجسته آجندای پیشنهادی هیئت‌های دو طرف در دور دوم گفتگوها از زبان برخی از منابع آگاه از این مذاکرات از سوی تولو نیوز پخش شدند، اما رئیس شورای عالی مصالحه ملی بر نیاز به همگانی شدن این آجندا به گونه رسمی تاکید می‌ورزد. آجندای مذاکره چی می باشد؟ چرا به مردم افغانستان مطرح نمیشه؟ یقیناً باید جزئیات از این گذاشته شود. اما اینکه طالبان چگونه یک نظام اسلامی می خواهند و تعریف آنان از آزادی های زنان و رسانه ها بر بنیاد آموزه های دین اسلام و نیز ایجاد یک شورای اسلامی به چه معناست؟ حتی برای اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان نیز تا هنوز ناروشن است. تعریفی از نوع حکومت اسلامی که اونها میخواهند، نوع حقوق اسلامی که برای زنها قائل هستند، نوع مطالباتی که دارن تا حالا برای ما واضح نکردن. در حالی که شورای عالی مصالحه ملی یگانه نهاد مدیریت کننده روند صلح دانسته می شود، اما یک دست نبودن مراجع دستور دهنده برای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در روند صلح هنوز هم یکی از نگرانی های مهم دانسته می شود. اگر مذاکرات از یک آدرس عنوان شود، فکر میکنم که امو اتحاد و اتفاق و همدلی حکومت را نشان میده بیشتر. عالی ترین مرجع در تنظیمگیری در سوالی که بعد مصالحه عالی شورا اوسی تروسا نده باید چی؟ انتظار می رود که پیش از پایان وقفه آغاز دور دوم مذاکرات سال، نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز برگزار شود. بعض این شورا با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان درباره آجندای مذاکرات رایزنی های خواهند داشت.